بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to the sixth lecture of MIS, in which we are going to discuss about challenges of information system and advantages of information system. So challenge ho hai information system bahut hi tashreeh mein karein ke awal challenge hai kya special mo globalization challenge hai. ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस मो में मैं भी रहूँ रोज़मर्रा ज़िंदगी खुद के बिजनेस रोज ब रोज ग्लोबलाइज शुदा मेरा मैंने बिजनेस हो आसान शिरकत हो आसान के न तनह दिया किश्वर फौलियत में कुना बरके दा मैं खोया हमेशा के बिजनेस खुद रुष्ट बता है वा ज्याद अज एक किश्वर हो अज ज्याद अज एक किश्वर مختلف کشورها بزنس خود پیش ببره. پس مطابق گلوبالایزیشن بزنس هم تغییرات داشته روزمره و یک چلنج از انفارمیشن سیستم اگر ما یک قسم انفارمیشن جور کنیم او میشه که با مطابق گلوبالایزیشن مختلف تغییرات بیاید و بزنس و بزنس که رشد بتیم میشه در دیگر کشور دیگر قسم فرهنگ باشه بزنس دیگر قسم تغییر میکنه به مطابق. پس یک چلنج است که گلوبالایزیشن ریپیتلی تغییرات بیاید در بزنس به مطابق فرهنگ و مطابق انوایرمنت و مطابق جغرافیایی. از این خاطر زیاد مشکلاتی در انفارمیشن سیستم هم میاید. انفارمیشن سیستم ما با پروسه بزنس جور میکنیم که در بزنس پروسه چی هست، پروڈکشن از پیش ما، پروڈکشن منیجمنت از پیش ما و همه قسم انوائرمنت از پیش ما و لیول بزنس هست، سٹرکچر ارگنیزشن از پس گلوبالایزیشن چلنج کی هست ای تغییرات در بزنس، در سٹرکچر بزنس تغییرات میاید، در پروسس بزنس تغییرات میاید. پس ای تغییرات کی هست اگر یک قسم انفارمیشن سیستم جور شوه اون تغییرات سبب میشه که ما انفارمیشن سیستم را هم چی کنیم با اون مطابق چینج کرده بریم چی کنیم کرده بریم. پس این هم چی هست یک چلنج هست به منیجمنت و به بیزنس به انفارمیشن سیستم خودش یک چلنج هست. دوم چلنج پیش ما رسپانسیبیلیتیز اند کنترول چلنج هست که مسئولیت ها و کنترول آوردن در انفارمیشن سیستم این هم چی هست که کسایی که هستن میشه که اونا پیش روی ما رسپانسیبیلیتی خود شو کنه و ما کنترل کرده میتونیم ولی میشه که پشت صحنه یا پشت سر کنترل چی هست مونیترینگ که هست اونا چی کنه امی انفارمیشن را به خاطر شخصی و خود استفاده کنه یا امی را استفاده کرده میتونه و کمپیتیتر هم استفاده کرده میتونه. پس رسپانسیبیلیتی بجا آوردن و یا رسپانسیبیلیتی را پیش بردن از کارمندایی هم و مدیریت یک چلنج است که چه قسم بتوانیم که مردم رسپانسیبیلیتی خود را در انفارمیشن سیستم و معلوماتی که ما داریم را چه قسم ما کنترل کنیم چه قسم رعایت کنیم این هم یک چلنج است به انفارمیشن سیستم که یک آن وقت نمیتونه مدیریت کنترل کنه و یک آن وقت رسپانسیبیلیتی خود مردم چه قسم ادا کنه این هم یک چلنج است به انفارمیشن سیستم. انویسمنت چلنج فور انفارمیشن سیستم این هم یک چلنج است که ما میفهمیم که انفارمیشن سیستم روز مروز چی میره اپدیت شده میره و سافتویر ها اپدیت شده میره تغییراتش میره. پس یک دفعه وان تایم انویسمنت نیست ای که ما یک دفعه سرمایه گذاری کنیم و خلاص شوه این قدم هم دایی باشه که یکان ما سرمایه گذاری کنیم و دیتابیس ما پر شوه. پس ما نمیدانیم که او دیتابیس یکان وقت چی میشه او سرمایه گذاری که ما کردیم او کافی نمی باشه. پس نیاز داشته می باشیم که ما دیگر سرمایه گذاری کنیم یا میشه که سرمایه گذاری کنیم در یک هیک شوه یا چی شوه. پس ما پولی ما بیخی از دست بدیم این هم چی از پیش ما انویسمنت چلنج از پیش ما که یک تایم انویسمنت نیست در انفارمیشن سیستم. دیگر استراتژیک بزنس چلنج از پیش ما استراتژیک بزنس چلنج چی مانا داره استراتژیک بزنس چلنج این مانا داره که به خاطر استراتژی بزنس انفارمیشن سیستم آیا ما استفاده کرده میتونیم یا نمیتونیم آیا مو استراتژیک ادوانتیج کی است به طریق همه انفارمیشن سیستم
به کمپیتیشن ما بده سرورده میتونیم یا نمیتونیم، این هم یک چیز انفارمیشن سیستم دیگر و نه هر لیول استفاده کرده میتونیم و در تاپ لیول که هست به شما با اگزکتیو که هست اونا استراتیجی جور میکنن، همین استراتیجی که بیزنس که هست از ما بخاطر بیزنس که از بخاطر استراتیجی که جور میکنیم، آیا استراتیجی در این انفارمیشن سیستم کافی است یا نیست، خاطر که اگر شرکت هاست که آر اینڈ دیپارتمنت داره، ریسرچ اینڈ دیولپمنت داره، او انفارمیشن چی میکنه کلکت میکنه، بعد اون مطابق کم انفارمیشن چی میکنه استراتژی خود جور میکنه و تمام کارهای خود پیش میبره. پس این هم انفارمیشن سیستم ما جور کردیم، یک بزنس جور کرده، آیا این قسم از توانایی داره که ما استراتژی خود و مطابق کم انفارمیشن سیستم پیش ببریم و اهدافی که تعیین کردیم، میشن ویشنی که ما داریم، آیا این انفارمیشن سیستم پیش برده میتونیم یا نمیتونیم، میبان ما ویشن میشن همه قسم جور میکنیم و بعد از او باز مسال انفارمیشن سیستم را جور میکنیم و او باز عملی نمیشه، خاطر که انفارمیشن سیستم کمپیوترایز سیستم است، یا تا چیزهای اصل که او کمپیوتر کرده نمیتونه، پس اونجا باز چیلنج میه، اینجا پیش ما فیل میشه بزنس که استراتژی که بزنس فیل میشه. آرکیتکچر انفراستراکچر، آرکیتکچر امو سافت انفارمیشن سیستم چه قسم است، انفراستراکچر که از چه قسم ما ایرم نظام ساخته میره نصب کردیم، این هم هر دوش چلنج شده میتونه به منیجمنت که یک ساخت به مطابق استراکچر ارگانیزیشن از به مطابق پروسه بزنس است یا نیست، و انفراستراکچر هم از که نتورکینگ چه قسم باید موجود کنیم، شرکت های هستن که اونا سپلایر در کشور می باشه، مشتری ها دیگر کشور می باشه، همه قسم بزنس پروسه که از او سنترلایز نمی باشه، ما چیز های اصل که از مختلف چیز جای ها میاریم به او باز انفارمیشن سیستم گر کردن و انفراستراکچر چیز ساختن، این هم یک چلنج می باشه به ما، یا یکان وقت آرکیتکچر که ما میبینیم از انفارمیشن سیستم همی خود منیجمنت انفارمیشن سیستم که ما جور میکنیم یا انفارمیشن سیستم دیزاین میکنیم، او هم به مطابق بزنس ما، مطابق چیزی که خواستی ما می باشه و مطابق او جور نمیشه، خاطر که کامپیوتر کارهایی که ما می خواهیم او انجام داده نمیتونه، باز اینجا هم به شما چلنج میه. این بود چلنج های انفارمیشن سیستم. حالا ما می خواهیم بنفیت آر ادوانتیجز آف انفارمیشن سیستم، چی فواید داره بزنس و بزنس چی فواید داره انفارمیشن سیستم و به عمیق قسم دوام استیلو اگر عمومی فواید انفارمیشن سیستم را ما میبینیم، این فواید کدام کدام فوایدش است او را هم ما میخوانیم. اول فایده در بزنس که است، یک با یک سازمان از انفارمیشن سیستم اولین فایده که است تو سپورت بزنس پروسس این فانکشن، ما سه لیول زیاد بر ما میخوانیم در یک سازمان که به شما در اول لیول به شما یک قسم ما درا کلمه و در اینجا پیش ما منیجر می باشه و در اینجا اگزیکتیو می باشه، پس در اینجا که هست پیش ما ورکر می باشه، کارمندا می باشه، اونا روزمره پروسه بیزنس که هست اونا مستقیم در پروسه شامل می باشه که، و اینا زیادتر انترکشن اینا که هست مستقیم با مشتری می باشه که اینا مشتری های اینجا می مثل سیل میل می آید، فایننس دیپارتمنت باشه، مارکتینگ دیپارتمنت باشه، پروڈکشن دیپارتمنت باشه، هر کدامش که باشه اونا در اینجا مستقیما رابطه داره. پس در این لیول ما ببینیم سپورت بزنس پروسس این فانکشن انفارمیشن سیستم همراه یک شرکت یا منیجمنت انفارمیشن سیستم یا انفارمیشن سیستم فایده داره که در بزنس در پروسه بزنس و در کارهای بزنس همراه یک شرکت همکاری کنه، هر قسم کار باشه، او از مارکتینگ باشه، در بخش مارکتینگ باشه، در بخش فایننس باشه، در بخش پروڈکشن باشه، در بخش منفکچرینگ باشه. اینجا گفته ببینید منفکچرینگ، انوستینگ، شیپینگ، پرچیزینگ، پروڈکشن، پلانینگ، پلانت این اکویپمنت، منتیل در منفکچرینگ در این کارهای بزنس از در پروسه های بزنس از در اینجا چی میکنه همراه بزنس همکاری میکنه، منفکچرینگ، انوستینگ، سرمایه گذاری، شیپینگ، انتقال دادن، پرچیزینگ، خریداری، پروڈکشن، تولیدات، پلانینگ، در پلان گذاری، پلانت این اکویپمنت، منتیلنس در ترمیم یا جور کردن پلانت و اکویپمنت که ما پلانت امو چیزهایی که ما منظم ساختیم در شرکت، تمام ماشین ها، اکویپمنت، سامان آلات، منتیلنس او را ترمیم کردن، در منفکرین در این کارها همونه یک بزنس همکاری میکنه، سرمایه گذاری ما میکنیم، معلومات
نظام از پیش ما برای ما میگه که کدام پروڈکشن که از یک کدام بخش کدام پروسه است که ما چی کنیم یک سرمایه گذاری زیاد کنیم مطابق همه قسم ما گفته می کنیم خاطر که انفارمیشن برای ما در چارت در دایگرام در فیگر در هر چیز برای ما معلومات آده می کنیم همون مطابق ما تصمیم گرفته می کنیم که سرمایه گذاری کنیم یا نکنیم شپینگ از پیش ما انتقال دادن از خام مواد را ما انتقال می کنیم انفارمیشن سیستم برای ما همکاری می کنه همه قسم به مشتری فرمایشش کنیم و ما انتقال چه وقت باید انتقال بکنیم انفارمیشن سیستم هم برای ما همکاری کرده می کنه پرچه خریداری چه وقت باید خریداری شود چه وقت باید خام مواد خریداری کنیم چه وقت باید نکنیم و چه وقت دیگه پرزه ها کدام چیزها را خود ما خریداری کنیم کدام چیزها را خود ما جور کنیم دیگه از انفارمیشن سیستم ما معلومات به دست آورده میتونیم در پروڈکشن هم چه وقت باید چه قطاری داد روزمره و چه قطاری داد جور شود چه قطاری داد باید جور شود که سرش کم مصرف یا ما زیاد منافع به دست بیاریم کدام فرمایش باید اول جور کنیم این را ما در لیست جور کرده میتونیم و شرکت به مطابق انفارمیشن سیستم که از اون برای ما معلومات داده میتونه سیکونس کرده میتونه شیدیول کرده میتونه انفارمیشن سیستم پلانینگ از چه قسم پلان گذاری شود کدام کدام پلان که ما همیشه که ما پلان میگیریم معلومات را به دست میاریم بعد از اون پلان به آینده گرفته میشه پلان گرفته میشه کدام اسیت که از کدام ماشین که از کدام چیزهایی که ما داریم چی وقت باید ترمیم شود چی وقت باید پاک شود چی وقت باید پروڈکشن شود چی وقت باید نشه این تمام با انفارمیشن سیستم در این کارها همراه ما چی میکنه همکاری کرده میتونه دیگه در فایننس اند اکاونتینگ پروسس پروسه مالی و محاسبوی همراه ما همکاری میکنه در ایس اکاونتینگ انفارمیشن سیستم شما خواندین که سافتویر که از او را ما استفاده کرده میتونیم به خاطر اکاونتینگ همه قسم او را به خاطر مالی راپورها به خاطر بجتینگ به خاطر آینده پلان های و فایننس هم استفاده کرده میتونیم و مختم در بخش سیل و مارکتینگ هم همراه ما همکاری میکنه که فروشات که از چه فروشات باید روزمره تارگت ما چه باید باشه مارکتینگ ما کدام چه قسم اعلانات باید بتیم چه وقت باید بتیم او هم تمامش در همین پروسه و فانکشن این کارها از انفارمیشن سیستم همراه ما چی میکنه همکاری میکنه و هیومن ریسورس منیجمنت هم همراه ما همکاری میکنه کدام چه قسم امپلوی داریم و تمام معلومات درباره امپلوی از انفارمیشن سیستم ما بده سمیده میتونیم ترین پرسنل همراه ما چقدر سکل از سکل هر امپلوی پیش ما چقدر ترین داده میتونیم نمیتونیم تمام کارهای در پایین لیول پیش ما نباشه و یا در هر لیول ضروری نیست که در پایین لیول کارها باشه در هر لیول هم شده میتونه در بیزنس پروسس و فانکشن انفارمیشن سیستم در این کارها علاوه از دیگر کارها هم هست که همراه ما همکاری میکنیم من سر گره اول فایده من سر چه در من سر اول فایده در انفارمیشن سیستم در سه بزنس پروسی که او دی بزنس کارونه که من سر همکاری کردیم سی اول کارم که مانیفکچرینگ نه یعنی شرکت ساختمان شرکت نه سی حقا تولید جوړه وی خام مواد نه آیا تولید جوړه وی نو که سرمایه گذاری که من سر همکاری کوي څنګه مګه سرمایه گذاری کوم ځکه به سرمایه گذاری وکړو کم پروسی باندې ځات سرمایه گذاری وکړو په کم تولید پروډکشن باندې یا پروډکټ لاین باندې باید موږ ځات سرمایه گذاری وکړو هغه موږ په انفارمیشن سیستم معلومات راکم سره هم کاری کوي شپینګ انتقالول یا لیگل یو ځنه بل ځای انتقالول هغه کې موږ سره هم کاری کوي څو وخت باید انتقال کوو چاته انتقال کوو سره هم انتقال کوو مشر ته اول انتقال کوو دې ټول کوم سره هم کاری کوي پرچیز موږ سره هم کاری کوي خریداری که موږ سره هم کاری سو هغه باید موږ خریداری وکړو سره کم سونه خریداری وکړو سونه مواد پکاره دا ټول کوم سره پروډکشن کې تولید تاسو تولیدات کوم سره هم کاری کوي سونه تولیدات باید موږ روزمره وکړو انا هفته وار یا سات وار به سونه تولیدات او سونه یونټ باید موږ تولید کوو پلان نیولو کې موږ سره هم کاری کوي پلان موږ به مینټیننس کې یعنی کله موږ سره پلان خراب شي یا اکوپمنت یا سامان حالات خراب سی ماشین خراب سی قیت رو جوره ولو که انفارمیشن سیستم نمونگا همکاری خیصه چیسته کم ماشین خراب ده کم پرده خراب جد سیستم مقصد دی ها کمپیوترائز سیستم دی مقصد همو کلی سی مونگا کمپیوتر پا ذریعه بانده اگه انفارمیشن سیستم پا ذریعه بانده مونگا چک اپو کنه مونگا معلومه که دیده ها پرزا خراب پا ذریعه دیده که پروبلم ده مونگا بیا قریب مواجد اگه منتینس کوالی سو فائننس ان اکاؤنٹنگ پروسیس کے مثلا ہم کاری کے مالی کے باقی محاسبوی کے پیک بک منگے استفادہ کرو سبل سافٹ ویئر منگے استفادہ کرو اکاؤنٹنگ کے بارے ہے راپور نمک سارا بیا فائننس کے مثلا ہم کاری کے سنگا کم دن سرمایہ لاسٹ راؤنڈ
کم لکه باید مونږ خپل بودیجه استفاده کوو، بودیجه سره کم استفاده کوو، مونږ سره کم جوړ کوو، کیپیټل سره کم جوړ کوو، یا نور مختلف پلانونه مونږ جوړوي. سو دی اکاونټینګ دی انفارمیشن په ذریعہ باندې سیل او مارکیټینګ کې مونږ سره همکاري کوي. څونه فروشات باید مونږ مهارو کوو، څونه دی سره کم دی دا ټول، او مارکیټینګ باید سره کم کوو، کمې سره کم اډورټایزمنټ وکړو، دا انفارمیشن مونږ سره همکاري کوي. یو هم ریسورس مینجمنټ کې مونږ سره همکاري کوي، چې هغه کې مونږ سره د امپلائی ریکارډ مونږ راوړي، څو څو امپلائی مونږ په کار دي، څونه باید مونږ وساتو، څونه ماشینونه باید مونږ استفاده کړو، یا چاته ٹریننگ باید ورکړو، دا ټول مونږ انفارمیشن سیستم سره همکاري کوي. دوم بینیفیٹ مونږ سره څه ده؟ ٹو سپورٹ ڈیسیجن میکنگ، تصمیم نیولو کې مونږ سره همکاري کوي. تصمیم مونږ سره څوک نیسي؟ مینجمنٹ نیسي، او مونږ سره خپل پروسیس کوي، هغه انفارمیشن کنورٹ کوو. بیا هغه انفارمیشن په بیس باندې مونږ تصمیم نیوای شو، هغه د اکاؤنٹنگ ڈیٹا وی، انفارمیشن وی، هغه د مارکیٹنگ وی، هغه د پروڈکشن وی، نو هر قسم دا ڈیٹا څوک راغلی، انفارمیشن سسٹم یې راغلی. انفارمیشن سسٹم دا ڈیٹا پروسیس کوي، او آؤٹپٹ مونږ ته راپور په شکل کې راکوي. هغه راپور په بیس باندې مینجمنٹ وی، که هر څوک وی، که انٹرنل کسان وي، که ایکسٹرنل کسان وي، هغه تصمیم نیوای شو. تصمیم نیول کې مونږ سره انفارمیشن سسٹم څخه کوي فائدہ ہے، مونږ سره زیادہ سے هغه همکاری کوي. یا تصمیم گرفتن همراه یک شرکت، همراه مدیریت میکنه، همکاری میکنه، نه دوم ایڈوانٹیج پیش ما هست. سه قسم همکاری میکنه، وی ما گفته بودیم که انفارمیشن سیستم چی میکنه؟ دیتا را انپوت میکنه، دیتا دا باری مارکتینگ باشه، دا هر بخش باشه، دیتا را ما دا انفارمیشن سیستم انپوت میکنیم، بعد از او پروسیس میشه. وقتی که پروسیس شد، بعد از پروسیس او دا یک راپور آوتپوت به شما شکل راپور میاد. او راپور را ما به خاطر تصمیم گرفتن چی میکنیم؟ استفاده کرده میتونیم. خواهد هر بخش باشه، در هر در مارکتینگ باشه، در فینانس باشه، در ایچ آر باشه، در منیجمنت باشه، ما تصمیم گرفته میتونیم. سی ام به شما چی هست؟ تو امپروو سی آر ام، کستمر ریلیشنشپ منیجمنت، همراه مشتری روابط برقرار ساختن یا مدیریت روابط مشتری ها، ما در او بهتری آورده میتونیم. در به طریق انفارمیشن سیستم چکس میبینیم، در انفارمیشن سیستم به شما یک بخش مشتری ها میماشه که مشتری چه میخواید، اونجا فرمایش داده میتونه مشتری، اونجا ما درباره مشتری تمام معلومات ثبت کرده میتونیم، و مشتری فیدبک مشتری را هم ما در اونجا بعد سواده میتونیم که مشتری در آینده در تولید ما کدام خوبی ها از کدام خرابی ها از. وقتی که این چیزهای مشتری ها را ما مشتری کستمر از کینگ، ما گفتیم که مشتری چی هست؟ یک کینگ هست به شما بادشاه، و مطابق باید مشتری را ما راضی بسازیم. مشتری چه وقت راضی ساخته میتونیم که از او فیدبک بگیریم، از او نظرش بگیریم که نظر مشتری چی میخواد، تولید ما چی خوبی است، چی خرابی است، و مطابق امو ما چی قدم میتونیم تولید خود و بزنس خود بهتر ساخته میتونیم. وقتی که بزنس ما بهتر ساخت، مشتری خود به خود همراه ما روابطش بهتر میشه. بدی که مونږ دریم امپورت دریم مونږ سره بینیفیټ یا ایڈوانټیج مونږ سره شته، تو امپروو سی آر ایم، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. مونږ د انفارمیشن سیستم په ذریعہ باندې د مشتریانو کوم تعلق ده، مشتریانو سره کوم تعلق ده، هغه کولو لپاره، هغه اداره کولو لپاره، مونږ هغه بهتر کولو لپاره مونږ انفارمیشن سیستم استفاده کوای سو. څنګه استفاده کوای سو؟ ګوره، مشتری همیشه غواړي چې یو ښه شی په ښه کیفیت سره په لږ قیمت سره لاسته راوړي، نو مشتری فیډبیک مونږ اخیستی سو د انفارمیشن سیستم په ذریعه باندې. چې کله مونږ هغه فیډبیک واخلو، د هغه رایه واخلو، نو هغه رایه مطابق مونږ خپل بزنس هم ښه کوای سو، د هغه رایه مطابق مونږ تولید هم صحیح کوای سو، کیفیت هم صحیح کوای سو، قیمت هم برابروای سو. نو کله مونږ چې د هغه رایه مطابق خپل تولید جوړ کړو، خپل بزنس هم جوړ کړو، نو دې سره مشتری مونږ لاسته راوړی سو. چې کله مشتری مونږ لاسته راوړو، نو هغه سره تعلق خپله صحیح کېږي. دا مونږ کار ښه په ذریعه وکړو، دا مونږ انفارمیشن سیستم په ذریعه کوای سو. ټو امپروو سپلای چین مینجمنټ، یعنی سپلای چین مینجمنټ مونږ سره دا یو زنجیر ده، دې مدیریت مونږ کوای چې هغه سپلایر نه نیولی کوم نفر چې مونږ خام مواد اخلو، یا مونږ ته مواد یا تولیدات تو فراهم کوي، هغه نه نیولی شرکت او بیا مشتری پورې، دا مونږ سره یو زنجیر جوړوي، دې ته مونږ سپلای چین وایو. نو دا سپلای چین اداره کول او دې مدیریت کول هم مونږ د انفارمیشن سیستم په ذریعه باندې کوای شو. ځکه چې سپلایر مونږ ته خام مواد فراهم کوي، نو کله سپلایر سره مونږ نیټورک جوړ کړو د انفارمیشن سیستم په ذریعه باندې، هغه نه مونږ په وخت باندې خام مواد راوړتای شو. مشتری سره مونږ هغه جوړ کړو، د هغه مشتری فرمایش مونږ په وخت باندې پوره کوای شو. دایي بي بي سپلای چین مینجمنټ شما په طریقه بهتر چې کلمه تانیم
بهتر قدمه تانیم با طریق انفارمیشن سیستم که در او سپلایر می باشه، شرکت می باشه و مشتری می باشه که یک زنجیر از پیش ما در او زنجیر که چه قسم اداره کنیم، چه وقت باید از سپلایر وقتی که نتورک باشه در بین شرکت سپلایر کسی که خام مواد فراهم می سازه و در بین مشتری یا ریتیلر هولسیلر یا مشتری باشه یا فاینل یوزر، در این زنجیر ما اگر نتورک داشته باشیم، انفورمیشن سیستم داشته باشیم، ما با یک دیگه صحیح اداره کرده میتونیم که خواست مشتری یا خواست ریتیلر و خواست خود ما چی وقت باید چی کنیم خام مواد فراهم بسازیم ما بهتر کرده میتونیم. دیگه تو انتگریت بزنس پروسس انترپرایز سیستم، انتگریت یعنی یک جا کردن بزنس پروسس با هم دیگه لینک کردن، انترپرایز سیستم نظام شرکت را، نظام یک بزنس را چه قسم به طریق انفارمیشن سیستم ما بهتر ساخته میتونیم، یعنی مختلف پروسه ها از فور اگزامپل یک چوکی موجود میکنیم که در اول مرحله چی میشه، در اول پروسه ای است که کاتینگ میشه، چوب ما کاتینگ میکنیم، بعد از دوم پروسه چی میشه، وصل میشه در چوکا در فریم میایه اونجا وصل، سیم پروسه چی میشه، رنگ میشه، اسی پروسه از پیش ما یه چه قسم با هم دیگه انتگریت کنیم به طریق انفارمیشن سیستم همراه ما همکاری میکنه که ما ریکارد کنیم اونجا که اول پروسه چه قدر لیدار شده، دوم پروسه چه قدر لیدار، سیم پروسه چه قدر لیدار شده و این هر روزمره کدام پروسه سریع تر از کدام پروسه را بهتر ساخته میکنیم، چه قسم با هم دیگه لینک کنیم که بفهمه یک بخش بزنس بفهمه که اولین مرحله بزنس که از پروسه که از چه خطا میدارد کده و چه وقت برای ما میرسه و چه وقت ما با دیگر پروسه بزنس ایره ایچ بولتا میتونیم انتگریت شده میدانه تمام چیزها به طریق انفارمیشن سیستم به یک جا شده میتونم برای که مونگا مختلف پروسه در بزنس یوزه کوایس و انفارمیشن سیستم مونگ سر همکاری کوایسی سی مختلف یا بزنس که مختلف پروسی دی حقا مونگا یو بل سر انتگریت کوایس و کمال بزنس سیستم سی در پا دی مونگا یو بل سر لینک کوایس و دی انفارمیشن سیستم پا ذریع بانده تو پرفارم کالکولیشن مچ فاستر دن پیپل انفارمیشن پا ذریع بانده مونگا حسابی حقا سریع تر کوایس و بطاری که انفارمیشن سیستم مردم مارد. حسابی را کالکولیشن را اگر او کاونتینگ باشه از پروڈکشن کاونتینگ باشه یا محاسبه باشه ما سریع تر کده میکنه. انترنت دیستریبیوت انفارمیشن تو میلیون پیپل آل اراوند دی ورلد به طریق انترنت که یک شبکه است به شما بین مردم با یک دیگه وصل میکنه میلیون ها مردم انفارمیشن را ما میتونیم انفارمیشن سیستم خود به طریق سرور ما میلیون ها مردم دنیا برسانیم، اونا را با هم لینک کرده میتونیم که انفارمیشن سیستم ما را استفاده کنه به طریق اینترنت. پس اینترنت در انفارمیشن سیستم خود یک بخش این انفارمیشن سیستم است که در بزنس ما همکاری میکنه که ما بزنس را به تمام دنیا برسانیم. اینترنت مون سره دست یا در انفارمیشن سیستم یا بخش مون سره یا نتورک دست حقا پا طول دنیا که مون سره میلیون خلق مونگا کوایس و طول دنیا که در انفارمیشن سیستم پلس مونگا دلکای سرور پا ذریع باندلا میلیون خلق تا رسوائی سو مون دا مون سره در انفارمیشن سیستم فایده دی مختلف فایده مون سره ولی